شما برای چی اینجا هستین سمیه؟ قتل بدن. چی شد که این اتفاق افتاد؟ یه شب تصمیم گرفتیم با اونو بکشیم. شما به خواهرتون یا مادرتون بیشتر؟ تصمیم فکر خواهرم بود، ولی با موافقت من و مامانم بود. چرا رسیدین به این تصمیم؟ یعنی شاید درکی بگیرگی میگه نه این چه حرفیه، مثلا هر چقدر سختی بکشی باباته، نباید این کارو کنی. ولی بعض وقتا به یه جای آدم میرسه که دیگه نمیتونه هیچی رو تحمل کنه، هیچی رو. اصلا اینکه من خودم بخوام از دید خودم بگم، زمانایی بوده که مثلا من با صدای دعوای مامان بابام بلند میشدم، از خواب همچون میپریدم و چه صحنه ببینم خوبه، مثلا ببینم بابام صندلی رو گرفته بالا داره میکوبه تو کمر مامانم، و هر آن تو به این فکر میکنی که این صندلی یه وقت نخوره به سر مامانت، یه وقت این مامانی که الان جلو تو دیگه نباشه چه کار کنی، یه وقت دیگه میبینی داداشت سیگار بقیه رو توی سن 6 سالگی برمیداشت رو زمین میکشید. چرا؟ خب بس بابام جلوش میکشی فهمی که کار خوبیه. بیشتر از زندگیت میگی؟ بله. قبلا بچه که بودم بابام خب اصلا اون اخلاقایی که این آخر داشت رو نداشت، و من خیلی بابام دوست داشتم. بابام دیر میامد خونه، سرکار دیر میامد، شام نمیخوردم. مثلا حتی شده بود 12:00 شبم باشه بیدار میموندم، میگفتم یه بابام تنها سر سفره نشینه، تا این حد دوستش داشتم. ولی خب کم کم محبت کم شد. من حس میکنم اینجا درد زیاده. خیلی از در و دیوارش درد میباره. بکنید هر کدومشون دو تا درد داشته باشن اینجا باره درد. چون همشون مثل همن، همشون هم دیگر رو درک میکنن، میتونن هم دیگر رو تحمل کنن. مثلا یکی که مثلا من خودم وقتی میگم بابا میزدم، وقتی میگم قطع واسه شون یه خورده سنگینه، یه خورده نمیتونن درکش کنن. وقتی که ولی از دردام میگم مثلا بابا میزدم، بابا اینجوری میکرد، بابا معتاد بود، میبینی از تو چشای همشون جمع شده، چون خودشون هم تک تکشون اینا رو تجربه کردن. پدر معتاد، پدری که به خاطر موادش دخترش میده به هر کس و نکس، اینا رو خب هر کدومش رو تجربه کردن، میدونن درد من چیه، منم درد اونا رو میدونم. چون به این فکر میکنم شاید الان من به جرم قتل اومده باشم اینجا، به این فکر میکنم اگه به این جرم نمیومدم میتونستم بابامو تحمل کنم، منم فراری میشدم، منم معتاد میشدم. به خودم و منم اونا رو درک میکنم.